اونجا چی کار میکنی؟ میبخشی، نمیخواستم بترسونمت. انگار امروز با دادستان حرف زدی. تو گفتی منو تعقیب کنن؟ دادستان چی بهت گفت؟ بازم انداخت گردن سارگونا که تهمت میزنه؟ بازم حرفای تکراری؟ آدمت نگفت چه حرفایی زدین؟ میخوام از زبون خودت بشنم. هرچی لازم بود گفتم. حسابی ندارم بهت پس بدم. در مورد آزاد شدن بابام چی میگه؟ پس سکوت کرد. منم همین حدسو میزدم. همه اینا برای اینه که چهره واقعی اونو ببینی. میدونی که به زودی سورپرایز های دیگه هم دارم. امیدوارم یه جایی بفهم. تو زندگیم دخالت نکن. اینو جدی میگم. اگه دخالت نکنم تو اولین فرصت تو رو مثل عموترانت میندازه زندان. حتی شاید بدتر از اون. این که بد نیست. منم مجازات میشم. مگه از همون اول اینو نمیخواستی؟ انگار خودش دور بریاشو خیلی خوب میشناسه. کجا برم؟ ویکتوریوس لایف، سمت آتش شهر. منصرف شدم، دور بزن برو دادستانی. جناب سروان، وقتی فکر میکنم همش جاهای بد روبرو شدیم. بهترینشون کوفته فروشی بود. میگم چطوره برای یه بارم که شده یه جای قشنگ قرار بذاریم. مادرم میخواد برات کیک توت فرنگی بفرسته. مادر؟ خاله چله این؟ کیک توت فرنگی دیگه چیه؟ پسر یه دیوونه. بابا داره خوب میشه ماما. دلش برات خیلی تنگ شده. چقدر باهات حرف داره. راستش منم کنجکاوم بدونم. هر بار که تو چشام نگاه میکنه انگار میخواد یه چیزایی بگه ولی نمیتونه بگه. مامان خجالت میکشیدم بیام پیشت. من همه چی رو خراب کردم. انگار دچار یه نفرین شدم. نمیدونم بابا به این روز افتاده. عمو توران تو زندانه. شایدم آه اونه. اما حق داره. عشقش رو ازش گرفتی. همش تقصیر منه.
بله داداش. آخرین جایی که گفتی دادستانی بود. دادستان چی شد؟ دیشب زنگ نزد. بیرون نیومد. تا صبح اونجا بود. گالری دورین برکر. دورین اومده؟ دورین خانوم، یه لحظه. بگم کی زنگ زده؟ دادستان اکتای شاهین. دادستان اکتای شاهین. ببخشید، امروز اینجا نمیاد. میبخشید آقای دادستان. گفتن بیاین اتاق جلسه. اونجا یه ماشین وایستاده. بگذاریم ولش کن. یه پیرهن تمیز پیدا کن بفرست تو اتاقم. بعدش هم یه سری برگه ازت میخوام. بابات چیه قربان؟ درخواست اسلحه میکنم. اطاعت میشه قربان. حتی نتونستم گردن بنده تو از گرو در بیارم. به هر کی نزدیک میشم نابود میشه. به هر چی دست میزنم از بین میره. وقتی بابام خوب بشه و از اینجا بریم خیلی خیلی عصبانی میشی. اینجور مواقع یه شهر ساحلی برای شروع دوباره خیلی خوبه. بابا ماهی میگیره، من تو نونوایی کار میکنم. تا وقتی من اینجا بمونم همه ی عزیزام آسیب میبینم. عزیزای بقیه معذرت میخوام به خاطر پسر از این که روی غم و غصهش چشم بستم. روزیو که زن آیندهش ازش نگه داشته میدونم. میدونم اما نمیتونم بگم. هیچ کدوم از حرفا رو نمیتونم بهش بگم. با اینکه بهتر از هر کسی میدونم. خیانت کسی که دوستش داره خیلی تلخ. اینا رو تو آوردی؟ نه داداش، من یه مدت نتونستم. عجیبه، نکنه ناز اومد. دیروز حرف میزدی، گفت به خاطر دادگاه و مشغله مدتی نتونسته بیاد. چی شد داداش؟ معلوم شد کی سر خاک مادرم اومده. کی؟ رفیق آلچان. چند بار بگم؟ آقا رضا گفته بود. آقا ساواش، وقتی من هستم رضا کیه؟ من خانمو میشناسم. کاش نمیشناختی.
خیلی منتظر موندی؟ دیروزم خیلی منتظر بود آقا ساباش. کاش قبل از اومدن خبر میدادی. اومدم ببینم میتونی تو روم نگاه کنی؟ بارها اومدم خونتون زنگ زد. پس میدونستی اینا همه جا چاپ میشن. اونایی که خوندین واقعیت نداره. وقتی آبروی دختر من یه سکه پول بشه چه اهمیتی داره واقعیت باشه یا نه؟ چرا ازم فرار کردی؟ بهم قول داده بودی. بالای سر خاک دخترم قول دادی. حق با شماست. از اینکه قاتل دخترتون به سزای عملش نرسید. برات متاسفم. سر قولم هستم. مریم اسمشو جلوم نیار. منم همینو میخواستم بهتون بگم. قاتل اون نیست. داری دروغ میگی. باباش اومده بود سراغم. اونم از هیچی خبر نداره. گفتی اون دختر اعتراف کرد. فداکاری کرده. زلیا خانم خوبی؟ زلیا خانم کمک کن. زلیا خانم تاتا پیتزا گرفتم از اونا که دوست داری. نذاشتم سس بریزه. اوضاع اینقدر بده؟ تو مخمصه نیفتی ازم کمک نمیخوای. کمکم نخوای از این کارای رومانتیک نمی کنی. سارگونا یا مریم؟ هر دوشون. اما مشکل اصلی مریمه. تهدیدم کرد. مریم. او. بلیز میشه بری پیش اون اوضاع رو سبک سنگین کنی؟ اوکتای من قبلا بهت گفتم قضیه یه وکالت آخریش بود. این دفعه حرف میزنه. حرف بزنه. حرف میزنه که بزنه. میخواد چی بگه؟ میگه اوکتایم تو ماشین بود. خب اون پشت فرمون بود. اون زن. اینطور نیست اوکتای. میخوای کارم از دست بدم؟ هر دار سارگون در مورد کار دادن ناز میکنه. میدونی که حالا نوبت من شد. به مریمم اینا رو گفتی؟ من از روبرو شدن با اون دختر متنفرم. این دفعه خیلی خطرناکه. ممکنه آپارتمانو بفهمه. ممکنه پولا رو بفهمه. هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته. ساواش سارگون همه چیو در موردم جمع کرده. تا صبح خوندم همش درست بود. فقط یه چیز کمه. اگه کوچکترین مدرکی علیه هم پیدا کنه همون لحظه کارم تمومه. بلیس فقط تو موندی. تنها کسی که میتونم بهش اعتماد کنم توی. امروز چی بخوریم؟ شما برین من یکم فکر کنم. نوش جونت. ممنون. خسته نمیشه هر روز برای خودت غذا میاری؟ آفرین. تا جایی که فهمیدم به این ورزش خیلی علاقه داری، درسته؟ به تو چه؟ ایلهان در موردت میگفت دختر خشن و زمختی هستی ولی با نمک. ماشاءالله ما که با نمک بودن تو ندیدیم. همش اخلاق تلخت نصیبمون میشه. ببینم با من مشکلی داری؟ بهت اعتماد ندارم. درسته، تو دانشگاه اینطوری یاد میدادن به هر کسی اعتماد نکن، اما همکار قضیهش فرق میکنه. بعضی وقتا جونتو میسپاری بهش. چی داری میگی؟ میگم منو بشناس، منو بشناس. خواستی اون موقع اعتماد نکن. حالا ورزش به کنار، من با این قضا مزا مشکل دارم. باید آمادش کنی. خانما در این مورد خیلی بهترن. خوش شانسی. تو هم دوتا دست داری. چه ربطی به زن بودن داری؟ درسته، اما از این کارا سر در نمیارم. به خاطر اون میگم آشپزخونه برای من فقط یخچاله. کجا؟ سر کار. ببین چی بهت میگم، این باشگاهی که میری اما تو را هم میان اونجا یا فقط واسه حرفه‌ایاست؟ برای همه است. پس عالیه. میدونی منم چندین سال مبارزه کردم، اما ول کردم. خیلی وقت نرفتم ولی میتونم چند تا مسابقه بدم. چرا؟ میرفتم نهار. فشارشون افتاده، الان به هوش میان. خیلی ممنون آقای دکتر.
هر چی بگین حق دارین، ولی باید استراحت کنه. خبر نداشتم به روزنامه ها درس کرده. همین که دیدم اول به شما زنگ زدم. لطفاً باید براتون توضیح بدم. دخترم تو چشم همه چی شد؟ بچه تو شکمش چی شد؟ میمردم بهتر از این بود که این کارو با سوینچ بکنم. حتی نمیتونم سر خاک سوینچ برم. هر شب خوابشو میبینم. نمیشه جبران کرد. اگه امکانش بود همه زندگیمو میدادم. به خاطر سوینچ حرفامو گوش کنین. در مورد قاتل دخترم قول داده بودی، حالا اومدی میگی کار اون نبوده؟ پیداش میکنم، بهتون قول میدم. اون دخترم قربانیه. قاتل سوینچ پشت اون قایم شده. اون چرا پنهان میکنه؟ نمیدونم، شاید یکی از عزیزاشه، شاید هم به خاطر درمان پدرشه. پدرش؟ فلج شده، توی کلینیک مخصوص بستریه. نمیتونه راه بره، نمیتونه حرف بزنه. بعد از من اینطور شد؟ نمیدونم. دختره میدونه قاتل دخترم کیه؟ مطمئنی؟ میگه نمیدونم، اما مطمئنم. منو ببر پیشش. این دیگه چیه؟ ویکتوریو اسلیفه. شما نگاه کنین ببینین. والا خانوما، من قبلا همچین کارتی ندیدم. اینو از کجا پیدا کردی؟ پیدا کردم دیگه، سعی میکنم بفهمم حالا چیه. مال یه مغازه است، شاید هم کارت یه فروشگاهه، برای تخفیف و اینا میدن. والا من اسم همچین مغازه‌ای رو که نشنیدم. نه اینکه همه رو میشناسی. آه بچه ها، بچه ها، بچه ها، پسرم زود بیا اینجا یه چیزی بپرسم. بیا تو، بیا پسرم، بیا ببینین چیه. تو گوشیاتون همه چی پیدا میکنین، اینم برام پیدا کن ببینم چیه. یه مجتمع مسکونی جدیده، توزه درست شده، خیلی لوکسه. لوکس، لوکس، خب چی بگم والا؟ این به چه دردی میخوره عزیزم؟ این کارت نیست، کلیده. تو آپارتمان این لوکس اینجوریه. کلیده، کلیده. جدی میگی؟ معلومه که جدی میگم. خب این پرونده چقدر طول میکشه؟ من خیلی وقت پسرمو ندیدم. تمام سعیمو میکنم زود به نتیجه برسه، اما نمیتونم زمان دقیقی بگم. خدا ازتون راضی باشه، خدا ازتون راضی باشه. خواهش میکنم اول مشکلو حل کنیم، تو به پسرت برس، بعد تشکر میکنی. سلام. سلام. مریم، این خانم وکیلته، درسته دخترم؟ درسته. فرصت نمی کردم برای تبریک بیام، امروز وقتم خالی بود. گفتم یه سر بیام اگه اینجا باشی ببینمت، برای همین زنگ نزدم. کار خوبی. اونم چه کار خوبی. میدونی مریم، بلیس خانم قراره وکیل پرونده سرپرستی پسرم بشه. که اینطور؟ آره، تازه گفتم پولم میگیری، گفت نمیگیرم. مجانی این کارو انجام. وقتی که موضوع مادر در میون باشه من خیلی حساسم، همین که شما به پسرتون برسین برای من کافیه. وای نه، حتما باید ببوسمت، باید ببوسمت. خدا ازت راضی باشه. یه کاری بکنیم، یه شب شام بیا خونمون، یه سفره شاهانه تدارک میبینم. نظرت چه مریم؟ خیلی خوب میشه. عالی میشه به خدا. به نظر منم عالی میشه. پس با هم دیگه در تماس باشیم. مریم، شمایی؟ شما کی هستی؟ مادر سوینچ. ما
مادر دختری که مرد اومده. چی؟ کجا؟ دیدن مریم. همونجا بمون. وقتی برگشتن سعی کن بفهمی در مورد چی حرف میزدن. قرار بود دخترم ازدواج کنه، تشکیل زندگی بده، بچهشو بزرگ کنه. اونطور نبود که در موردش نوشتم. دختر با شرم و حیا و خوبی بود. میدونم، حقیقتو به هم بگو. میخوام بدونم دخترمو کی کشته. اوف مریم، اوف جون سوینچمو اسرائیل گرفت، تقدیر الهیه. من میخوام بدونم جون دختر منو کی گرفت. اگه میدونی اون قاتلو پنهون میکنی بگو. وقتی دخترم اونجا افتاده بود اونو دیدی؟ دیدی و برگشتی و به راهت ادامه دادی؟ فرار کردی؟ حقیقتو ازت میخوام، این حق منه، بگو. من مادر اون دخترم، مادرش. من به دنیا آوردمش. حالا من فقط داغ دارم، نه کسی دیگه. مجبوری حقیقتو بگی. دختر منو تو کشتی. دختر منو تو کشتی؟ نمیتونی بگی؟ نمیتونی بگی من قاتلم؟ تو قاتل نیستی، حق با سواشه. تو قاتل نیستی. اگه بودی نمیتونستی اینجوری جلوم بایستی. اما تو هم به اندازه قاتل مقصری. حالا که پنهونش میکنی و به هم نمیگی، تو از اونم بدتری. مواظب باش دیگه. خیلی خوب عزیزم، حالت خوبه؟ بیا بیا بری. بفرمایی من برسونمتون. چیزی گفت؟ اونی که دخترمو ول کردی نبود، بدتر از اون. یه ترسویه که میدونه و نمیگه. حالت خوبه؟ خوبم. برای چی اومده بود؟ راجع به دخترش حرف زد. بعد از این همه مدت؟ معلومه، زنی بیچاره جیگرش میسوزه، به کی اعتراض کنه؟ تو چی گفتی؟ دادگاه ادامه داره، هنوز یه جلسه در پیش داریم. اومدن اون مهمه، ولی حرفای تو برامون مهمتره. به مادری که بچهشو از دست داده چی میشه گفت؟ مریم، تو امروز استراحت کن دخترم. نه نه، اینطوری راحت ترم، بیکار بشینم دیوونه میشم. بذار من انجام میدم مریم. من بدرقتون میکنم. خیلی ممنونم. چه زود خیالت راحت شد. تو چطوری اومدی تو؟ دیگه تمام سوراخ سنبه های اینجا رو میشناسه.
فکر کردی وقتی مثل کپ سر تو زیر برف میکنی واقعا قایم شدی؟ من فکر میکردم دختر باهوشتری هستی. اگه همینطور به دیدن من بیای نمیتونم جلوی سباشو بگیرم. الان هم نمیتونی جلوشو بگیری، همش دورو بر مریم میچرخه. امروز مادر سوین رفته بود مریم رو ببینه. خودت جلوی دوست دخترتو بگیر. چی شد؟ عشق بزرگ تموم شد؟ اگه تموم شه برای تو اصلا خوب نمیشه. نمیتونم بهت کمک کنم، ساباش میفهمه. مجبوری کمک کنی. خیلی خوب کاسپر، مشکلی نیست، اومده گالری، کرمم اینجا دیده. خیلی خوب باشه، دفعه بعد بیشتر مواظب باش. هنوز اون توه؟ بله اون توه، از در پشتی رفت تو. باشه کرم، من اینجا میمونم تا حواست به در پشتی باشه. باشه حتما. داداش، دادستان تو گالریه، وقتی اومد بیرون زنگ میزنم. باشه. مریم میدونه کسی که سوینچو اونجا پیاده کرده تو بودی. بهش گفتی؟ گفته بودم اگه تو مخمصه بیفتم میگم، اگه تو مخمصه بیفتم به ساواشم میگم. چی میخوای؟ این دفعه تو مریم رو قانع میکنی که نگه. من؟ اگه ساواش بفهمه با مریم حرف زدم همه چی تموم میشه، برای هر دومون. من که دیگه آخر خطم، اگه بیفتم با هم میفتیم. بله من دورینم. بله، باید همدیگر رو ببینیم. داداش، دادستان اومد بیرون، میرم دنبالش. مادرم هم میارم رو خط. یه نفر زنگ زد، مریم فوراً رفت. داداش، دورینم رفت. من کدومتون رو تعقیب کنم، چی کار کنم؟ ساواش. دادستان اومد، دورین رفت. همون موقع مریم هم رفتاره؟ آره 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 آره، زود باش، دادستان داره میره. دورین رو تعقیب کن. دورین به چه دردمون میخوره؟ میره مریم رو ببینه. که چی بشه؟ باید بفهمیم. راز همه یه دفعه برملا میشه. اسلحه رو گرفتم. بیار دادستانی. اطاعت میشه. طبق قرارمون، مگه میشه داداشت از زبون من نمیشنوه؟ تو به دورین تأکید کن، تو عروسی میبینمت. تکین نشستی اونجا، پاچتو من خلاص کردم، هنوزم میگه اره و بره. یکم اعتماد کن پسر. ای بابا تکینی، سلام برسون. تورین اومد، بعدن حرف میزنیم. سلام میرسونه. تکین میترسه برادرش چتین تو عروسی حساب پس بگیره. چتین تونسته جایی رو تدارک ببینه؟ تدارک دیده، هفته آخر ما. کدوم ویلا بود؟ اون ویلا رو که یادته، دختر حمیدسانم اونجا عروسی گرفت. آره همونه، همون. آخ تازه لباسی که میخواستم پیدا کردم، حالا کلن تمم وست شد. برای اونجا باید لباس سنگین تر بپوشم. با مادر دورینم آشنا میشیم. اسمش چی بود؟ سوزان؟ سوزان شایکا هندرسون.
اون نمیاد. مگه میشه؟ عروسی دخترش معلومه میاد. بهت گفتم اون نمیاد. به خاطر جدایی جنجالیش از چتی یا به خاطر ازدواج مجددش؟ به دورینم هیچی نگو، این بحثو تمومش کن. چی شده اردال؟ چرا عصبانی میشی؟ نه پرس دیگه، هرچی من میگم همون میشه، همون که من گفتم. اگه بیاد اصلا خوبیت نداره. با عشقت حرف زدم، گفت در مورد توران ارسوی بهش اعتماد نداری. عشقم، اون تو رو فرستاده اینجا؟ دیگه دروغاتونو با هم هماهنگ میکنی؟ اون در مقابل من یه مانه بود، سعی کرد از توران ارسوی حمایت کنه، اما وقتی پای بابام به قضیه باز شد شانسی براش باقی نموند. میخوای اینو باور کنم؟ میخوای باور کن، میخوای نکن. نه تو، نه عشقت آدمایی نبودین که بتونین از یک کیلومتری ما رد بشین. ولی یه جوری سرنوشتمون به هم گره خورد. کسی چه میدونه؟ شاید تو دلت خوشحالی که انقدر نگاه ها رو توه. این که از زندگیتون برم بیرون حاضرم همه چیمو بدم. ببین، برای اولین بار تو یه مورد با هم هم عقیده ایم. از من چی میخوای؟ از اینجا گمشی و بری. تا وقتی دورو برمون باشی هیچی درست نمیشه. اگه از چشم ساواش دور بشی همه چی به حالت عادی برمیگرده. تو اون شب همینو به اون دختری بیچاره پیشنهاد دادی نه؟ سوین چو میگه؟ تو عاشق ساواشی؟ اینا به تو مربوط نیست. شما چجور آدمایی هستین؟ چطور میتونی شب و سرتو رو بالش بذاری و راحت بخوابی؟ میخوای بگی به خاطر عشقت مبارزه میکنی؟ لازم باشه به خاطر عشقت هر کار بدی میکنی؟ من ساواشو اینقدر دوست دارم که به خاطرش هر کاری میکنم. چطور میتونی یه عمر کنار اون باشی؟ چطور میتونی تو چشاش نگاه کنی؟ با ارزش ترین زندگیش ازش گرفتیم، هممون گرفتیم. من هیچ کاری نکردم. پس برای چی اینجایی؟ برای چی با من حرف میزنی؟ چرا جلوی تهدیدهای اوکتایی سرخم میکنی؟ برو همه چی به ساواش بگو. نمیتونی، نمیتونی، چون میدونی ممکنه برای همیشه اونو از دست بدی. من بیشتر از این حرفی ندارم باهات بزنم. این چی کار میکنه؟ دیگه تو هم نمیتونی باور کنی داداش. حرفای من هنوز تموم نشده. دستمو ول کن. حالا خوب گوش کن. باید از اینجا بری، وگرنه به بابام زنگ میزنم به خاک سیاه میشونمت. منو تهدید میکنی؟ من به خواست تو هیچ جا نمیرم. مریم، پروندت بسته میشه. باباتم دور از چشم همه با خودت میبری. یه خونه تو لندن. باباتو تو یه کلینیک تخصصی بستری میکنم. تمام هزینه هاشم پرداخت میکنم. برات کار جور میکنی. مرخصیاتم میگیری. این اوکتای ازت خواست؟ اوکتای کیه؟ اوکتای یه دادستان پیش پا افتاده است. سعی کرد از توران ارسوی حمایت کنه ولی نتونست، زورش نرسید چون بابام با پشت دستش اونو کنار زد. ولی ساواش اینطور نمیگه. تو و ساواش از کی اینقدر مورد اعتماد هم شدین؟ ساواش کسیه که ازت متنفره. اگه موقعیتش باشه خودش تو رو میکشه. به اندازه کافی موقعیتشو داشت. حرفاش دروغه. در مورد اوکتای هر چی بهت گفته، هر چی تعریف کرده همش دروغه. برای اینکه حقیقتو بفهمه تو رو تحریک میکنه. خیلی خوب. خیلی
خیلی خوب باشه. اگه اینطوره چرا انقدر از واقعیت ها میترسین؟ واقعیت هایی که در مورد توه، واقعیت هایی که در مورد اوکتایه. چی شد تو یه دفعه تبدیل شدی به مجسمه یه حقیقت؟ دارم آدم ها رو بهتر میشنسم. اگه از اینجا نری من و بابا من بهتر میشناسی. دیگه بیشتر از این چی کار میتونین با من بکنی؟ اینطور که شنیدم وضعیت بابات رو به بهبودیه. جرأتشو ندارین. تا فردا بهت وقت میدم. اگه باباتو خیلی دوست داری با خودت از اینجا ببر، وگرنه تو این مملکت کسی رو پیدا نمی کنی که حتی بهش سرم بزنه. داداش تو از که اینجایی؟ انقدر که به اندازه کافی دیده باشم. همه یه دفعه دست به کار شدن، این ستا چی کار میکنن؟ دورین کاملا تو این باطلاق فرو رفته. به نظرت میدونه کیو پنهون میکنن؟ تا این حدشو فکر نمیکنم. پس چرا این کارو میکنه؟ تو نازو ببر خونتون، به کمک اونم احتیاج داریم. فردا این معما رو حل میکنیم. ناز؟ برای چی؟ اعتراف میگیریم از هر سه با هم. مریم الان واقعا حوصله سرکله زدم با تو رو ندارم. من فقط میخواستم تشکر کنم به خاطر مزار مادرم. میخوام یه چیزی بهت بگم، احتمالا خودت هم میدونی. دوروین و دادستان با هم همدستن. چقدر خوب، حالا که فهمیدی نامزده دیوشکی چه کارایی میکنه برو با خودش حرف بزن. حرف میزنم، ولی این دفعه علکی حرف نمیزنم. اول باید بفهمم چی کار میکنم بعد حرف بزنم. من شکایت هیچ کس رو بهت نمیکنم، میفهمی؟ فقط میخوام از زندگیم بریم بیرون. کاملا پاکسازیش کردم، آماده استفاده است. مشکلی از قربان؟ برای اینکه مشکلی نباشه هر کاری بتونم انجام میدم. شماره پلاکی که گفتین رو بررسی کردم. ماشین اجاره‌ایه، یه خانم کرایه کرده. آیشه توتونچی، تحقیق کردم، سابقه ای هم نداره. نگران نباش، من میدونم به دستور کی کرایه کرده. البته خانم. میریم چیز یه دقیقه صبر کنم. اینجاست، ببین. باشه خانم. ممنونم. اون دختره بلیز از چشاش معلوم بود همه اون کاراش برای این بود که بچسبه به دختره. پس دادستانم دیگه جاسوس داره.
اما تو اصلا نگران نباش، بسپرش به من. راستشو بخوای مریمم زیاد بهش رو نداد. برو کنار ببینم. حسلت از پسرها سر رفته عزیز دلم، بالاخره نور چشمت اومد، بیا. عزیزم تو از کجا پیدات شد جادوگری کوچولو؟ این دفعه فقط به خاطر تو نیومدم گل به سر سلطان، داداش هم احسارم کرد. خانم گوچلو هم وارد شبکه میشه؟ آه ساباش، جریان چیه؟ چی شده؟ چی شده؟ چیزی نیست دختر، مثل شبح شدی. چطور چیزی نیست؟ مریم خواهرم، هیچی به من نمیگی، داری منفجر میشی عزیز دلم. خیلی خوب، به من اعتماد نداری، برو به کسی که اعتماد داری بگو. فقط حرف بزن، تو رو خدا حرف بزن. دیگه نمیتونم به دوش بکشم، خیلی سنگینه، خیلی خسته شدم. پس بذارش زمین، بگو خواهر من. نمیتونم، به هیچ کس نمیتونم بگم. فکر میکنی نمیدونم؟ تو نبودی. کسی که اون دختر رو اونجا ول کنه به قیمت جونش از دشمنش محافظت نمی کنه. تو جون منو نجات دادی دختر، تو قاتل نیستی، اون دختر رو تو نکشتی. من دیگه از این بابت شکی ندارم دختر. بسه دیگه، اینقدر خودخوری نکن عزیزم، بسه. حالا چی شد؟ چه جوری کار به اینجاها کشید و یکی یکی برام تعریف میکنه؟ دیگه بس. شاید بهترین کار اینه از اینجا برم. کاریو که گفتی کردم، هیچی قبول نمی کرد تا اینکه از باباش گفتم. به اردال سارگون زنگ میزنی با دکتر بابای مریم حرف بزنه. چی بگه؟ از کلینیک به مریم زنگ میزنن، میگن باباشو تو کلینیک نگه نمیدارن. یعنی چی؟ واقعا میخوای این کارو بکنی؟ چطور؟ فکر کردی یه تهدید علکی بود؟ اون دختر عشق توه، چطور میتونی این کارو باهاش بکنی؟ تو چه جور آدمی هستی؟ بهت گفته بودم شبیه هم دیگه هستیم، یه آدمی مثل تو. مهمونم اومد؟ بله آقا. نمیتونم کارتمو پیدا کنم، میتونین یکی دیگه برام تهیه کنین؟ البته آقا، میفرستم. ببین اینجا خیلی قشنگه. یکم آروم شدی؟ یکم بهتره.